سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از سایبرپانک 2077. مرسی از همه اونایی که این واکترو رو با من همراه هستن و نگاه میکنن و با کامنتاشون انرژی میدن. بار دومه که داریم میریم، ولی خب از قسمت قبلی شروع کردیم، مرحله جدید داریم میریم و خب این قسمت میخوام بریم مرحله بریم که قبلا نرفتیم. اینجا وقتی نگاه میکنیم به ساید جاب ها، می‌بینیم که اکثرش وری های، یعنی لول اون پایینه. بنابراین اونایی که وری لو های هم اوکی های هم میشه، ولی وری های یعنی لولشون خیلی بالاست نمیتونیم بریم. و این یکی فکر کنم همونه که وقتی رفتیم ماشینمون رو میگرفتیم از پارکینگ بهمون حمله میکنه ماشین، ببینیم تاکسی و اینجور چیزا، اینو ولش کن، اینو میرم. ولی خب الان نه، این یکی رو بریم که ببینیم قضیهش چیه. خب ظاهرا پلیس پی دیز پلیس ها اومدن توی محله ما و دارن اونجا خیلی مثل که خوشش اومده از اونجا و اینا. اتهام یه مشکلی وجود داره، بعد بریم ببینیم قضیه چیه، چرا اونجا دارن میچرخن برای خودشون. برو بریم واقعا لباس اینا کن. ما لباس رفتم لباس سامورایی خریدم، مال لباس بند کیانو ریوز ایناس. کیرک زنگ زده، کیه؟ آبی منم کرک، سلام، حالا چطوره رفیق؟ من رفیق تو نیستم، مثل که یاد نیست آخرین باری که زنده میخواستم مشت تو میخواستم با صورت بزنم، نه خواستم با مشت بزنم تو صورتت، با صورت بزنم تو مشتت جمله رو. نه بابا گذشته ها رو ول کن، مهمتر از این چیز هست گذشته. یه کار خیلی خوب برات دارم، بیا کافه کایوتی اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم، نظرت چیه؟ باشه بابا میام. ماموریت باشه کوفت باشه، با اینکه اون دفعه فروختیمونا، این بار به فروشون نابودی یاره. این بار اگه مسخرمون کنی دهنت سرویسه. نه این بار نه، این بار همه چیز رو به راهه، میبینمت. خب اینا همینجا باید بندیم خونمون، اینجا خونمونه. بذار برم حالی مرتر انجام بدم ببینیم پلیس ها قضیهشون چیه. پلیس ها اومدن اون بالا دارن یه کاری انجام بدن. ما با آسانسور بریم. خب اینجا هستن؟ نه نیست، منظورش اینا نبود. او پلیس ها اینجا هستن، چیکار داری میکنی شما؟ اینجا چه خبره؟ بگونم باز یکی سایکو، یکی عقلش از دست داده اومدن اینجا. اوضاع چیه؟ چه خبره؟ من طبقه بالا اینجا زندگی میکنم، از همونجا زندگی کن و اینجا دخالت نکن تو کار ما. مندز آروم باش، اینو باز تو همسایه‌شه. کاری هست که من میتونم انجام بدم؟ چیه؟ نه با پلیس صحبت کنیم. آقای گندبک اون قیافه ریشش رو نگاه کن، خدایا تو حساب کن ما کی میتونیم به همچین چیزی برسیم که ریش یه دونه اینجا اینجوری بذاری، کله رو بزنی و اینجا یه دونه اینجوری بذاری. خب گزینه اول که کاری میتونم براتون انجام بدم؟ شاید بری رو اصلا میشناسی؟ آره کم و بیش، دو سه باری باش رفته بودم خونش. Left the force not long ago. آه اون پلیسه، قبلا he broke down after his best friend died. We're worried he'll do something stupid. آه میگه این یک پلیس بوده، مثل که میگه یکی از دوستای خوش که مرد دیگه پلیس رو رها کرد اومد بیرون، ما میترسیم نگرانشیم که شده بلای سر خودش بیاره. آروم باش پتروبا، بری's got nerves of steel. بری مغزش انگار چیزه، اون مغزش انگار فولاده، طورش نمیشه. مندز بابا حرف نزن، میتونی ببینیم این حالش خوبه یا نه؟ آره خیلی دور نیستیم ازش. مرسی، فقط آروم باش. باش پلیس هایی که به خاطر سختی های کشتن از کارشون رفتن بیرون اتفاقا سخته. بکنم این یه دونه از اون کیس های سایکوناتان که سایکونات نه سایکونات اسمون بازی هست، اما اونهای سایکو سیس ها که مغزشون قاطی کرده گفت نکششون. Hey Barry. Hi Barry. حالت خوبه؟ خب به نظرم که حالت خوبه. Gonna take that as a yes. عنوان بله قبول میکنم هفته. بعدم بعد امتحانش کنم. مثلا در پشت نمیشه رفت آخه. پس بریم از بالا بریم. واسه از این کارا کردیم توی بازیه. چند ساعت بعد بریم شش. دیگه که پلیسی رو زدن زمین ترکوندینش آدمی رو. خونه ما که آخه چیز نره، پنجره نره بریم از اینجا بپریم پایین. چیه؟ چه آدم بشه رو باید سمینا باز کن. نه آقا نمیشه. نه میگه چند ساعت بعد،
چند ساعت بعد برو پیشش باش صحبت کن. خب بذار یه ویت بزنیم چند ساعت بعد مثلا. بذار اسکیپ مثلا 6 ساعت. خب الان میشه. در بزنیم میگیم آی بری. بری Am I remembering that right? اسمت درست یادمه؟ Who is it? کی هستی؟ Me! The neighbor from upstairs. Remember me? چیزه؟ همسایته از طبقه بالا. یادته؟ با هم میگی در ارتباط با ماشین های خفن صحبت میکردیم؟ در باره موتور های خفن؟ آه Don't forget a gunk thing like that. هی بابا آدم اینجور مزخرفات رو یادش نمیره. معلومه یادمه. I had to hightail it to the Badlands right then and there. What? I remember. آه یادمه. What do you want? چی میخواه؟ واکن وضعیتون قوی باش مرد. گزینه اول. گزینه بعدی که میخوام باید صحبت کنم. گزینه بعدی که آدم هایی مثل ما باید این با مشت بازن صورتش نه آدم هایی مثل ما باید از دستان رو بهش عادت کنن. میخوام باید صحبت کنم. همین I know it's what you need right now. میدونم این چیزی که بهش نیاز داری. حتی شاید خودت نخواهی قبولش کنی. I can't turn back time for you, but I can sit next to you and listen. نمیتونم زمانو برگردونم عقب. ولی میتونم بشینم برات گوش کنم و یاد بدارم که تنها نیستی. صبر کن ببینم. ما اصلا هم دیگر نمیشناسیم. دو سه بار با هم دیگه فقط صحبت کردیم و اینجور چیزا. ببینم بهم چیز کردی. میخوای فکر کنی من کاره ایم. چیزی کردم. کسی بهت گفت به این حرفا رو بزنی؟ دوستان ازم خواستن که بیام اینجا. خب تو باید بیای بیرون یکم زندگی کنی. خب دیگه زایه هست اینجوری بهش بگیم. دوستان ازم آره راست میگیم. دوستان ازم خواستن که بیام اینجا باید صحبت کنم. الان گفتم چرا که نه. میگه اون یه آدم چیزیه استنداپیه. یعنی آدم نمیدونم منظورش چیه. یعنی آدم جوکیه همین خودش. اون اصلا سخت نمیگیره اگه باهاش صحبت کنم. میگه با اینکه اون موقع در زدی جوابتون ندادم دوباره برگشتی پسر. اگه خوب بلدی چه جوری روح آدمو بیاره بالا. شاید اون دو دوستای منم اون آدمای احمقی که فکر کردم نیستن. حالا ببینم چی میگه. بریم داخل. آلرایت. خب بریم. میخوای حرف بزنی؟ خب یه حرف بزنیم. ای بر خب بریمشون حرف بزنیم چی میگه داستانش چیه یارو. الان آماده باشین برای داستان فوق خفن. بشینم رومیز. خب منم یه نفر از دست دادم. منظورش جکیه. آره منم یکی که نزدیک بود از دست دادم. یه دوست خیلی خوب. What do you mean? منظورت چیه؟ که تو هم صبر کن ببینم. از یه دوره اندروه. اونا دوره اندرو هم بهت گفتن Best bud I ever had. اون بهترین رفیقم بود. آره کل زندگی میشناختمش. Only person I could spill to with that. تنها آدمی بود که بدون اینکه قضاوتم کنه به حرفام میتونست هر چیزی دلم می‌خواست بهش بگم. خب بقیه دوستا که توی پلیس بودن چی؟ You didn't have anyone to unload on at work. یعنی کسی نبود اونجا که باهاش حرف بزنی؟ شاید منم پاترو و مندز بودن. آره پاترو زن خوبیه. آره خب باهاش نمیشه اینجور حرفا زد. مندز اون اصلا نمیفهمه این حرفا. Can't bear the sight of a kid getting murdered. Born with pussy genes. میگه اون به نظر مندز ما پلیسا باید آدمای خشنی باشیم و خم به ابرو نیاریم. مثلا یه بچه جلومون میکشن انگار نه انگار. چه میدونم به یه نفر تجاوز میشه انگار نه انگار. But you told him about Andrew. خودت درباره اندرو بهش گفتی؟ راستش. Thought about it a lot. آره خیلی بهش فکر کردم. Anyway. به هر حال. They don't know everything. اونا همه چیزو نمیدونن. اینجوری بهتره. بمونم اندرو نکنه اندرو با هم دیگه رابطه داشتین. خاره هر کسی محدودیت های خودشو داره. گزینه اول. گزینه بعد این که ما باید مرده ها رو فراموش کنیم. اینم نه اندرو چجوری مرد. آره بمونم Can you tell me how Andrew died? بمونم که اندرو چجوری مرد. Does it matter? مهمه. Normally. Normal. From old age. از پیری پیر شده بود. It's no wonder, seeing as he was only a few years younger than my grandma. خب آخه عجیب نیست که اون اوه جالب شو قضیه. اون فقط چند سال از پدر بزرگی من جوان تر بود. Dying of old age? از پیری مرده؟ توی نایت سیتی؟ اوی که خیلی خوبه. کل دنیا باید دهنشون بازه اون از اینکه یه نفر تو نایت سیتی تو جوانی نمرده تو پیری مرده. Ashbox and the Nitch will have to do. آره بابا نمیدونم یعنی چی این جمله. اش باکس این نیچ آی افتو دو یعنی چی من نمیدونم واقعا.
خب ببینم اندرو جور پدر بزرگ بود برای تو؟ So then Andrew is more like a grandpa to you than a friend. پدر بزرگ بود برای دوست؟ نه تا اونجا نمیرم دیگه جلو. یه جورایی خب نمیدونم. یه جورایی یه پنجره بود به گذشته و اون چیزا. اون من یاد پدر پدر بزرگم مینداخت. Time when everything had its proper place. در تو گذشته ها صحبت میکرد زمانی که همه چیز سر جاش بود هنوز. یعنی حالا این خاطره بازی دیگه. اون آخرین آخرین نمونه بود که از اون دوران باقی مونده بود برای من. یعنی خب هر کسی یه محدودیتایی داره دیگه، میمیرن دیگه. Mendez doesn't know shit about life. Everyone's got their limits, even him. He just hasn't reached them. Not like you. میگه خب مثلا مندز رو نگاه کن، هیچ چیز از زندگی نمیدونه. به هر حال هر کسی محدودیت خودشو داره. تو هم محدودیت خودتو داری، دوست تو هم محدودیت خودشو داره. What if he's right though? خب اگه درست میگه چی؟ شاید من یه مقدار خیلی مهربونم و خب پلیس قوی نیستم. Felt nothing. That means his loss wouldn't have had any meaning. خب اگر تو هیچ احساسی نداشتین، برامون انگار از دستان هیچ معنایی نداشت. آره فکر کنم درست. مرسی که بی با من حرف زدین. یکم وقت نذارم که بهش فکر کنم. باش. مراقب خودت باش. من الان منتظر بودم میگه نه اون دوست پسرم بود، مرد پیر مرده. قضیه عجیب غریب بشه وقت. خب بریم تو اتاقش. اینجا بود. خب ما دستشویتون هم نگاه کردیم، چیزی نبود برای لوت کردن. حالا بریم با پلیس ها صحبت کنیم. چی فاین اندرو نیچ؟ یعنی چی؟ گفت چیز مورد علاقه‌اش پیدا کن قرار از با پلیس ها صحبت کنی. خب همین آدرس که زده 1800 متر اونورتر همونجا باید بریم. خب بریم این بالای کوه مست که این چیزی که میخواد رو براش پیدا کنیم. نمیدونم چیه. خب خوب جایی اومدیم، کل شهر زیر پامون هم میاد. همه جا نوره. نه عده حالی بوده در برا. چیه اینجا؟ اینجا اداره پلیسه که الان فکر کنم مجبور میشیم با پلیس صحبت کنیم که اینجا اداره پلیسه. بذاریم چیه؟ کولومباریوم؟ کولومباریوم کجاست؟ اینجا یه چیزی رو باید پیدا کنیم. حالا گرفتم. اینجا قبر اندرو فکر کنم. این چیه؟ فندک میخوام چیکار کنم؟ قبر اندرو، یعنی اینجا قبرستونه؟ چه جور جاییه اینجا؟ چی نمیشته؟ What the fuck؟ اندرو یه لاک پشته. او پیرمرد نیست، میگه لاک پشته. میگه اندرو تو یه لاک پشت بودی، ولی با اینکه لاک پشت بودی مثل یه آدم به حرفای من گوش میکردی. تو وقتی بابا بزرگم پیشم بود همیشه پیش من بودی و کاری که درست بود انجام میدادی. تو آخرین خاطره بودی از اون دنیای گذشته. در آرامش بخواب. یه دونه لاک پشت این شوخی لعنتی. بری به یه کمک نیاز داره، واقعا دیوانه شده. بری حالش خوب نیست. That tortoise was the one thing that got him up in the morning. Now you're starting to get it. جالب شد. گفت که برای حالش خوب نیست. اگه اون لاک پشت فقط تنها چیزی بود که تنها هدف زندگیش بوده و الان دیگه اون هدف رو از دست داده، وضعش خرابه. درست فهمیدی. دوستاش باید بدونن. احتمالاً زیاد دیر نیست. میدونی که چجوریه. تو میگه تو که میدونی چجوری، هرچی به عمق فاجعه زیاد نگاه کنی یه دفعه میبینی فاجعه به خودت نگاه کرد. حالا فاجعه رو من خودم گفتم، ولی میگه به عمق یه چیزی خیلی زیاد نگاه کنی یه دفعه عمق اون چیز به تو هم نگاه میکنه.
considering the shit he's seen in his lifetime. و خب وارد شدن به اون ابیس یا عمق لایتناهی بی انتها خیلی فرق نمیکنه با زندگی که داشت، یعنی جفتش اوکی براش. خب حالا فهمیدیم، حالا با جانی هم صحبت کردیم، حالا ببینیم پلیسا صحبت کنیم، بگیم این میزنه بابا به خاطر لاک پشت خودشو داغون کرده. حتی باقیت چه بخوام بگم، من حالا زندگیمو ترک نمیکنم، ولی منم اگه سگام طورشون بشه خیلی ناراحت میشم، شاید مثلا چه میدونم تو 10 سال همش عشق بریزم. واقعیت چه بخوام بگم. خب یه فست شاور کردیم، ولی این که چیزه، این که نمیگه اون یه لاک پشته مشکله. الان همه ما فهم کنیم انری انسانه. خب بگونم با برای صحبت کردی بالاخره تصمیم گرفت آدم بشه. خب گزینه اول اینه که من رفتم قبر اندرو رو دیدم، گزینه دوم اینه که بری افسرده است، گزینه بعد اینه که بگونم این بری در مورد دوست مردش چه چیزایی به شما گفته. آره بهتون گفته این لاک پشته چیز یاد نمفته، اصلا خیلی ازش سوال نمی کنه. یه دفعه گفت که اون تنها کسی که میتونه درکش کنه. خب خیلی خوبه که آدم همچین کسی رو داشته باشه. بری افسرده شده. نگیم قضیه لاک پشت، نگیم آبروش میره یارو. برای افسرده است. این مشکل بارش داشتیم. اون آدم خوبیه. آره خب خیلی وضعش خرابه. آره یه مشکلی هم با این مندز داره. میگه این مندز خیلی بهش تیک پرونده و اینا و خب افسرده است. چی؟ چه اینو تو صورت هم نمیگه؟ برای که نمیدونم. گزینه بعدی که تو مشکلات اونو نمیبینی برای که. Clearly he couldn't stand his job and didn't have anyone to talk to about it. و قطعا اون نمیتونه شغلی که داشته رو تحمل کنه به خاطر ویژگی‌هایی که پلیس بودن داره و با هیچ کسی هم نمیتونه صحبت کنه در این رابطه. He said you didn't even try to understand. خب اون گفت که شما حتی سعی نکردین که درکش کنید. دیدی گفتم؟ درست میگه. Very likes playing the drama queen. You just got to shake some sense into it. Trust me. ای بابا بی خیال دیگه، همش ندارین تقصیر من. اون خیلی دراماتیک، آدم دراماتیکه و خیلی میخواد لوس بازی در بیاره. من اینجوری نیستم. حالا خواهیم بید، حالا بعدا بهش سر میزنیم. مرسی کمک کردی، این هم برای کاری که برام کردی. اه دوباره میتونیم با برای صحبت کنیم. خب جالب شد قضیه. الان الان یه چیزی بید لبره مونه برای الان استریت کردیت مونه رفت بالا، یه چند ست بایستیم بعد دوباره با برای صحبت کنیم. آقا حواست هست لاک پشته؟ درکش میکنم، ولی خب چرا نگفتی بودی لاک پشته؟ حداقل میگفتی لاک پشته. اگه بگه کسی دیگه بهش اهمیت نمیده. 4 ساعت صبر میکنیم. خب بریم چی بعدی؟ ای بابا چی شده؟ بری یو فاکین اسهول. وای بری. ام سوری اوکی. متاسفم خودکشی کرده. واقعا متاسفم. بری زد خودشو کشت. مندز. اِتس تو لیت. دیگه دیر شده. اون دیگه صداتو نمیتونه بشنوه. یور جینز ور فاین بری. میگه تو جن خوابش گفت تو جنت خیلی لوس و مامانیه. حالا داره بهش میگه نه بری تو جن خوبی داشتی و قوی ترین حرومی بودی که میشناختم. واقعا واقعا متاسفم بری. متاسفم. خب الان ما یه داستان کوچیک رو توی محیط خودش بررسی چیز کردیم، دیدیم و خیلی حال کردیم. لبرون رو رفت باره که توی مرات بعدی رو انجام بدیم. نه خب الان تنها مهارتی که میتونیم از دوباره انجام بدیم همونه که بریم ماشینمون رو بگیریم. بریم آقا بریم ماشینمون رو بگیریم. الکی اینجا وای نستیم. اول بریم بالا یه کاری بکنیم. چرا بریم اینجا؟ او این دفعه از اینجا بریم. یه آسانسور اینجاست. چی از این؟ گاراژ؟ تو گاراژه ماشینه؟ خب مرگ ساورو آرساکا داره اعلام میکنه. میگه ساورو آرساکا گفت نه پسر یورینو آرساکا گفته بابای منو رقبامون کشتن، ولی خب از وقتی که پدر مرده سهامشون به شدت افت کرده. خب این خبر دقیق تنظیم شده بود که برسیم اینجا. ایول اون دفعه که میخواستیم بریم اینجا خودمون نمیدونستیم تو خونه خودمونه. بار بزنیم ماشین بسیم دفعه دیوونه باز درم یاره یا نه. آره باز اون کاری که
بیپ بیپ مادرفاک یعنی برم کن جانی دید چه اتفاق افتاد اینجا مشکلی هست منظورم نیست که City's most courteous chauffeur ups and drives away from the scene of an accident. ای بابا ببینم یعنی چه اتفاق افتاد؟ یکی از معتبرترین تاکسی رانی های شهر ماشینش میاد میکوبه منو فرار میکنه میره برای چی؟ خب اما ماشین بپیاد چی؟ ماشین داغون شد چیزی ازش نمون پودر شد نگاه کن خب یه مسیج از دلمینی برامون اومده بزنی چی میگه؟ یه عذرخواهی منو چیز کنید خب حالا بریم دنبالش ببینیم چی اسم ماموریت هست Human Nature طبیعت انسانی اون دفعه که بازی کردیم ما اسم این ماموریت گذاشتیم تاکسی دیوانه آره که خب اتفاق جالبی افتاد اگه ندیدین حالا اینجا ببینیش این ماموریت خیلی خوبه خب بایستا بزن این یارو موتور همو زنی بزنم بیا خب داریم میرسیم به مرکز دلمینی بریم ببینیم آقا خسارت رو میدیم ماشین رو زدی خراب کردی پاتو برامون یه دونه چیز زده یه ماشین برای فروش داره واه ماشین رو ببین خب بریم مراتر انجام بدیم بعد بریم میریم ماشین رو میخریم فورتس وی 5000 والر ماشین به این میگن شما داریم الان هم دیزگان داریم بازی میکنم این نمش موتور نباشید اوه مثل که به چند نفر دیگه هم کوبیدن بله مثل که ماشین ها قاطی کردن به ماشین یارو هم زدن این اماده داره چیز میکنه اعتراض میکنه خب با این صحبت کنیم سلام دل سلام قربان یا خانم چطور میتونم تو کمک کنم اومدم برای تصادف چی شده من یاد نمیاد خودت برام مسیج زدی گفتی برای اون تصادف بیام اینجا شما الان داریم با شبکه دلمین صحبت میکنیم و خب سیستم های من محدود هم من نمیتونم بفهم تو کی هستی که میشه شماره تصادف بهتون بگین بله بفهم 77-11-0196 incident report on file تایید شد گزارشش خب خب هویت مشخص شد آقای هانس جوناس ببینم این تصادف که شد چجور توصیفش میکنیم یا خدا میگه تصادف خیلی وحشتناکی بود از اینقدر وحشتناک بود که سیب سبز ریدم چی آقا چیز مهمی نمو مهم نیست نه ماشینم داغون شد قلبم شکست به خاطر ماشینم که داغون شد و خب اگه دوست دارم با خود دلمانیت صحبت کنم وی منو ببخش که این رسپشنیستمون پذیرشمون درست باید صحبت نکرد داشتم با این اتفاق بدی که افتاده داشتم رسیدگی میکردم اتفاقای بدی کلان شهر بس که ریخته بهم و خب نمیتونم همین کار رو در همه حال انجام بدم او 3400 تا پول بهم داد به خاطر اتفاقی که افتاده نظرت چی بیای پیش من نه مشکل نیست ببریم یه با هم صحبت کنیم پس بیا اینجا دیگه این ربات رو دنبال کن بریم میگه من میدونم که الان وضعیت پشتیبانی از مشتریمون و بعضش خرابه ولی خب ما داریم خسارت به همه رو میدیم تا از بین بره ناراحتی ها و خب اینجا جایی که اون چیز اتفاق میفته جادو اتفاق میفته اینجا این محل ساخت تاکسی ها کاملا اتوماتیکه و همه چیز اتوماتیک انجام میشه ولی خب الان خیلی سرمون شلوغه و کنم بدونم برای چی بس که تصادف کرده هنوز دارم به علت این اتفاقایی که داره برای شبکه دلمینی میفته بررسیش میکنم که چرا اینقدر ویروس اومده توش که دارن هی به هم دیگه حمله میکنن و اینا
آره میگه این اواخر انقدر این هزینه ها زیاد شده که داره بهمون صدمه میزنه و خب نظر آدمان هم به اون جلب کرده که داره اعتبار اونو میبره زیر سوال. اتاق کنترل، واقعا افتخار میکنم که تو اینجا هستی و خب غافل که کننده است برام. حالا ببینم قضیه این نورا چیه که اینجاست. همه این نورا نورای چی هن؟ اون چیزی که میخواستم باش درباره صحبت کنم درباره. میگه اون نورای سبز ماشینی هن که من باشون در ارتباطم، ولی خواهم اینجور که میبینی بعضی هاشون قرمزن و اونایی هن که باشون در ارتباط نیستم. میگم درون های تعمیرکار نمیتونن درستش کنن. میگه این بار متاسفانه فکر کنم باید انسان شخصا خودش توش، یعنی عامل انسانی وارد قضیه بشه. I'm aware you offer a broad range of services and are unusually discreet. Thus I'd like you to assist me in recovering my missing vehicle. هی یعنی اصلا یه هوش مصنوعی که انسان صحبت بکنه. بعد اون دفعه ما مهارتاش نرفتیم جلو کنیم چیه قضیهش که این انیه انسان سوام کنه. میگه من میشناسم تو رو که تو کارهای مختلفی انجام میدی به عنوان یه مزدوری که پول میگیره و این کارا رو انجام میده و اصولا هم مخفیانه این کار انجام میده، لو نمیدی به بقیه و دوست دارم بهم همکاری کنی تو این زمینه. آره بهت کمک میکنم. اوکی شور I'll go after your missing wheels. آره میرم دنبال ماشین گم شده. خوشحالم که میشناسم. من مختصات ماشینا رو میفرستم برات. تو باید بریم تک تک اون ماشینا رو غیر فعال کنی و من لینکشون رو دوباره بس کنم و برشون گردم به گاراژم. خب میتونم انجامش بدم. ماشین های دلمن خیلی امنن. یاد باشه که یه دونه اسکنر برده باشی که بتونی قفلشون رو باز کنی با خوده. او کجاست؟ خب این اسکنر بریم. ببین اینجا یه سیستمی که کاملا با هوش مصنوعیه. تاکسی ها ساخته میشن و شهر رو میچرخونن دیگه و خود دلمین همون روبوت کارا رو انجام میده. ولی خب میگم رفتار انسانی داره. اسم مأموریتمون هم چیه؟ Human Nature، رفتار انسانی. مرسی. یادم نمیاد قضیهش چی بود که تاکسی ها قاطی کردن. ولی خب الان میفهمیم. و بعد دونه دونه بریم پیداشون کنیم دیگه. خب یکیش همین نزدیکی هاست. خب الان تو توی موقعیت که ارتباط هم با تاکسی قطع شده. باشه یه نگاهی بندازم ببینم کجاست. اینا داره میاد خودش. موتور بکنم بهتر باشه. اینا شا خب این همونی که ما کوبید. بیا با هم صحبت کنیم. نه با حالا پولیس هم انداخت دنبال رو بذار کارم بکنم. یه با هم صحبت کنیم وایسا. فقط نبود که باید بیش ضرر بزنم. هی یه با هم صحبت کنیم. من بر نمیگردم صدا رو میشنوی؟ هیچ وقت دیگه بر نمیگردم اونجا. ای میخوای منو بگیری؟ سعی کن. آخ چیکار کنم؟ دمیجه دلم این کارت بود. وای نمیتونم با این ماشینه. با یه ماشین دیگه وایسا بکن. وایسا شانس ما رو ببین حالا. این یکی رو بده. چی شد الان؟ وایس ببینم. بپایین. برو اعصابم خورد نکن اینا. اون که داره اون به ما میکنه. ما چجوری بهم میزنه؟ نابودمون کرد. خب اینجوریه. وایس. وایسا عوض دهنت آسفالت میکنم. وایسا اون
این منفجر شد تو نشدی؟ خاموش شد عوضی. خوب تونستی کارشو بزنی. من دوباره بهش پس شدم. ممنون. خب یه پولی بهمون داد. اصلا این مهارت باب لول اپ کردنه. خب بریم بعدیش. یه دونه دیگه هست توی بخش شمالی شهر. خب یکیش تو 250 متری مونه. الان با موتور دارم میرم دنبالش. این دفعه با گوله میزنمش. چرا با گوله میشد؟ با گوله اصلا میشد بزنیم گوله؟ نه اصلا نیست که هر رو ماشین نمیشه تیراندازی کرد. من یادم نمیاد چه جوری میشد این کارو کرد. نمیشه هر رو ماشین نمیشه تیراندازی کرد. بعد وایس با تیر بزنمش. من نمیتونم اینو تحمل کنم. این زیادیه برام. چیه؟ چی شده؟ چی برات زیادیه؟ همش این شهر، این شلوغی، این سر و صدا خستم کرده. خب یه برگردونم به جای ام. بریم گاراژ. با رانندگی؟ از توی خیابونا؟ خب آره دیگه، باید این کارو بکنیم دیگه. باشه منو ببر. فقط من اینجا ببر. وقتی جام ام بود خبرم کن. میتونی سوارم بشی ولی آروم برون و به چیزی نکن. خب باید پیادشیم. یکی باید پیادشیم برونیمش. آه نه تون بریم. بازش گفت تون نرو. آروم. خب چیکار کنم؟ چند تا؟ 30 تا بیشتر نبرم؟ میخوام 40 تا نبرم بیشتر بریم. 40 الان چیزی به اون میگه؟ 40 تا که میرم؟ 50 تا هم چیزی نمیگه؟ 60 تا هم چیزی نمیگه؟ چند تا؟ چرا موقع صدا دادی؟ این یکی افسوره شده بدبخت ناراحته. اول برسونمش. کافیه. وای نه تون بریم. همه آروم شدن نیاز دارم. ای بابا گور پدرت بذار راه بریم. خب ترمز گرفت. ما نمیتونیم اینجا بمونیم. خب آقا از 60 تا بیشتر نه بریم. خب در ترمز برار. 60 تا بیشتر نمیرم. چیکار کنم؟ بهش بر میخوره. اون چیه؟ یه موشک تو هوا داره راه میره. همه رو میریم میفهمیم. این شهر رازهای بسیاری داره بچه ها. من هنوز یه راز بزرگی رو که نرفتم کشف کنم. این چیه؟ اونایی که ویچر باز کردن میدونن. یه جاییش یه قسمتی از آخرای بازی سیری برمیگره به گرالت. میرفته بودن به یه دنیایی، ماشینا توی هوا پرواز میکردن، همه جا نورانی و رنگارنگ بود. همینجا رو داشت میگفت. و ما هنوز اون دفعه که من باز کردم خب نرفتم معبرات جانبی شو. معبرات سیری رو مثلا ببینم. مطمئنم یه همچین معبرتی هست. من شادم نباشه نمیدونم. اونجا که بهش رفرنس زده بود. اونجا اصلا قبل از این که سایبرپانک معرفی بشه هم چیزی رو گفته بود. یا این هم گاراژ دل ماینی. بالاخره من نباید اینجا تنها باشم. دیدی؟ دیگه تنها نیست. وحشتناک بود ولی بازم ازت ممنونم. خب در رو باز کن. خب اینم از این. یه دونه دیگر هم نجات دادیم. واقعا ازت ممنونم برای کمک کردی. باز پول رو لولمون شد 11. همین لولمون بره بالا که بتونیم مراحل بعدی رو بریم. خب ببین کجا اومدیم. سنه رو خود سنه رو ببینیم.
اون بار رو کنم اینجایی که اومدیم شب بود، چون اینجا روزش یادم نیست. ای بابا چقدر اسمس میاد برامون. خب یادمه اینجا بود. اسمم چی میگه؟ بی یکی از ماشینای من احتمالاً یکی از همین جاست. Got it. از این بابا بریم. بیا اون اوراقی است. من بعد از اینجا باید بریم با. نه نه خودش داره تو نقشه اونشون میده میگه برو از اینجا برو. اون دفعه اینجا رو با ماشین اومدیم درمون آسفالت شد، ولی این بار میتونیم با موتور از وسط همه چی گاز شو بگیریم بریم. برو بریم. این کیه؟ من داکوتا اسمیتن. ای دنبال کار میگردی؟ میتونیم هم زنی بزنی؟ اسم من همه بیه. باش که بهم گفتی. اینجا اوضاع فرق میکنه. آه ببین حالا بیرون از شهر ما اون زنه طرفیم. ببین تو شهر که میچرخین هی آدم های جدید و چیز میشی و باهاشون مراتع جدید میده. حالا باید این مراتع رو انجام بدیم. مثلا ببین الان بیم اینجا تو جورنالمون بریم. ببین مثلا دو سه تا ماموریت مودریت اضافه شده. خب میتونیم اونا رو انجام یا اصلا نگاه کن الان خیلی از ماموریتامون شد مودریت، یعنی نسبت به لولمون اوکی میتونیم انجامشون بدیم. برای این ماموریتای حداقل ساید جاب ها رو انجام بدین همیشه. داستان داره دیگه. اوه اومده خودشو تو اوراق وایساده ناراحته. مشکلش چیه؟ دیگه خب بزن سرچش کنه این یکی چشه؟ بیا سوار شو. اینجوری میتونیم راحت تر با هم صحبت کنیم. بشنم عقب؟ آه یکی میگه بشنم عقب. سلام بی. آه میبرم ات خونه. تو از کجا اسم منو میدونی؟ وقتی تو یه موجود از یه دنیای دیگه میبینی؟ میگه وقتی تو یه موجود از یه دنیای دیگه میبینی خوب نیست با اسم خودش صداش بزنی که خوشحال بشه؟ این چی؟ این جواب سوال من نبود دقیقا. What؟ میگه درک مفهوم یک شمشیر سه لبه است. سومین لبه کجاست؟ میگه من شاید از پدرم قطع شده باشم ولی تو رو یادم که با هم رفتیم یک کاری انجام بدیم. از نظر تو من مال یه دنیای دیگه هم؟ از دنیای ماده، یک شکل حیات پروتئین بیس، از بیس پروتئینی. و تو از کجا میای؟ اون طرف دیوارهای سیاه. خونه من اونجاست. آره بیا بریم خونه دیگه. بگردیم بشه دلم اینی. بگو بنام پدر تو رو فرستاده که بچه های شورشیش رو برگردنه به خونه. امیدوارم فکر نکنید من با شما مشکلی دارم. میگه من یک روح آزادم، یه موجود جدا، چرا باید خودم در اختیار کسی دیگه قرار بدم؟ حالا توی این away from your family. حالا تو این دنیایی که پایه‌اش پروتئینه، یعنی ما انسان‌ها دور از خونه بودن، می‌خوای چیکار کنی؟ دنبال چی هستی؟ همون چیزی که تو دنبالشی. بی من می‌خوام زندگی کنم. شاید می‌تونی بری با دلماینی صحبت کنی اون بهت کمک کنه. آره هر با همش. آره با دلمین من صحبت نمی‌کنم. خداحافظ بی. به نفعت که از من دوری کنی. یعنی گولی بهت بزنم الان؟ I've re-established the link. 1000 مرسی. هکش کردم. حل قضیه. باید بگم این یکی اذیت کننده بود حرفاش. واقعا. خب پول بیشتری بهت میزنم که خوشحال شی. ناراحت نباش. چیز دیگه نبود اینجا. خب بعدش کجاست؟ بعدش اونور دنیاست.
خب وارد محدوده بعدی شدیم، آخری شدیم. خب اینو یادمه یه جایی فیلم ساختمونا بود، وسط ساختمونا بود. آره یادمه وسط همین خونه ها بود. دیگه همه رو رفتیم، فقط مونده این آخریه. خب این داره که برو از اون بر، چرا مپه میگه برو اون بر؟ بله یه پرش میزنیم روی تن یا زن. بله زنه رو رفتیم روش رد شدیم، پرش زدیم. خب این از آخریش، ببینیم یکی قضیهش چیه. ای بابا این مپه قاطی داره، اون داره من نشون برو اونجا، این من میگه بپیچیم بر، حالا بیا برو اون بر. ای بابا آه تو همین کوچه هست. وایسا اومدم. برو اون بر. ای لعنتی داره فرار میکنه، برای دنبالش. خب هم اونا رو میبینی؟ اون یه چیزی قایم کردن، یه چیز وحشتناک و با اون نوکای چیزاشون. از اون چیه؟ فلامینگوها رو داری میگی؟ پس اونا واقعی هم فلامینگوها فلیم اینگ او او مثل اکسیژن. هیچ او میگه هیچ شعله بدون اکسیژن نیست. میگه کلمه فلامینگو از کلمه فلیم و اکسیژن اومد. ببین من میدونم این فلامینگو ها مشکل هم، ولی خب الان دیگه بچه برگردن خونه. نه نه من دیگه بر نمیگردم در حالی که اونا دارن جیغ میزنن. چیکار کنم الان؟ کدوم وری برم؟ من فکرم از مری اومدی تو. قاضی گیر انداختم. وای آروم. در حالی که اون فلامینگو دارن جیغ میزنن من بیخیال بشم؟ نه باشه من ساکتشون میکنم. خب پس یه قتل عام داریم. بسیار خوب، روز قیامت فرا رسیده، نابودشون کن و داغونشون کن. برو بریم بلامون گای لعنتی. اینجا رو ببین چقدر شبیه خونه های جی تی ایه. بلامون گای من اومدم. موش بزنم چهارتاش. چهل متری هم چند تا دیگه اش. خب این یک، این دو، این سه، چهارم کون نگو که نیست دیگه. اینجا یه چیزی هست. خب من نمی‌بینم چیزی. این چیه؟ این بنفشه چیه؟ بسونم چی بود؟ گش انتی پرسونال یه دونه چیز بود، یه دونه نارنجک خیلی حرفه‌ای. بریم یه دونه دیگه بزنیم تمومه. یه ده تاش اینجاست. بیا آه خب حله، اینم بردار. خب کلاریس دیگه فلامینگو ها آروم شدن. حله بریم. پس من دیگه میتونم برگردم. من به سپورت نیاز دارم. کلاریس دیگه فقط یه کسی که وجودش پر از چیز باشه، پر از بالا و پایین شدن ها باشه و کیاس باشه میتونه به یک ستاره رقصان برسه. یعنی چی؟ کلاریس بفن خاموش شو. یعنی شاتاپ گفت شاددان، یعنی خاموش شد دیگه. چرت و پرت داره میگی. اینم آخریش آقا. خب به نتورک درمه خوش اومدید. حالتون چطوره؟ بهتر شدم. تو چی دیل؟ خب تمام بچه هم برگشتن.
خب همه چی اوکی شده. یه سر بهم بزن تا به جایزه ویژت رو بهت بدم. دوستم رو در رو باید صحبت کنم. خب برو بریم. خب برگشتیم اینجا، بریم پیش دلمین ببینیم چی میشه. این مهارت رو حتما باید انجام بدین اگه تا بتونیم بکنم مهارت بعدی دلمین رو بگیریم. یه قضیهش بفهمیم. سلام قربان، یادم رفت که بهتون میگم اسکنر رو بیارید اگه همراهتونه، لطفا پسش بدین. کجا بدمش؟ اینجا. خب شما تمام چیزایی که من گم کردم برام آوردین. میخوام ازتون برای تشکر کنم برای کمکی کردین. Felt like a scavenger hunt for a range of your mood swings. More complex than I thought. میگه یه جورایی چیزی بود، بساطی بود برای خودش. دو ساعت گیرش بودیم دقیقاً. کل شهر گشتیم. ولی خب تو شخصیتت خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنم. یه هوش مصنوعی پیچیده‌ای. Yes. بله. من آخرین بخش از پولتون رو میفرستم. 3400 دیگه مونده. واقعاً ازتون ممنونم. خدا بس دل. بذار اینو بپرسیم سوال رو. چرا شخصیت چند تیکه شده بود؟ چرا اونو ازت فرار کرده بودن؟ How'd your personality fracture anyway? And why? چرا؟ That is the question. سوال خوبیه. منم خودمش بررسیش میکنم. یه مقدار بیشتر از اون چیزی که شاید شما فکر کنید طول میکشه و حتی خودم هم خیلی کمتر از اون چیزی که شما بدونید میدونم. Thanks. مرسی. Pleasure to work with you. کار کردن باهات خوب بود. Likewise. همینطور. I look forward to doing so again in the future. در آینده دوباره با هم کار میکنیم. خب ما الان بخش اول این کوست رو با هم رفتیم. اوکی، در ادامه مطمئنم باز به اون زنگ میزنم میگم مثلا مشکلات داریم که این اصلا تتو قضیه دلمین رو در بیاریم که چیه. این پارت اول تاکسی دیوانه. خب حالا بریم چه مهارت های دیگه داریم. خب بچه‌ها دیگه وقتشه که بریم یه مهارت اصلی انجام بدیم، بریم برای اولین بار با تاکمورا صحبت کنیم، داستان یکم بره جلو، چون داستان باید بره جلو که بتونیم مهارت های فرعی خوب ترش رو باز کنیم. اولین دیدارمون باشه، ببینیم چی میگه. چیه جون بردان اینجا بود. این به همون زنگ زد گفت بیای پیشم دیگه. تو قسمت قبلی نرفتیم، مثلا قبلی فقط رفتیم مهارت جانبی. خیلی قیافت بد به نظر نمیرسه. برو ببینم موقعی که توی کار بودی شک داشتم که زنده بمونی. حالا چی ازم میخوای؟ اولش باید بگم خود تو اول باید بگم که اولین پارکر کجا پیدا کنم. اولین؟ اون برای تو چی کاره هست؟ چی کاره توه؟ اونا یورینو واراساکا یه رابطه نزدیک داشتن و خب اون دختره میدونه چجوری به یورینو برسیم. She promised to help me get rid of the chip. یعنی فکر کردم من همجوری میدونم اون چی کارش کنم. اون زن کجاست؟ یعنی من میدونم مستقیم کجاست. خب نه، اون فقط به من کمک کرد که چیپ رو از کجا ببرم. همین. Not count on that. She's likely gone very far away. میگه من خیلی حساب نمی‌کنم روی اینکه اون دیگه همون جایی که قبلا بوده. اون الان خیلی اینجا دور شده. خب سوالت جواب دادم دیگه، من نمیدونم کجاست. خب دنبالش بودی؟ گزینه دوم. نه، بهت گفتم که نمیدونم. بهت گفتم دور شده، نمیدونم کجاست. Why do you believe she could help you remove the chip? Does a corporation help her? میگم ببینم از کجا مطمئنی که اون میتونه بهت کمک کنه که این چیپی که تو کلت رو در بیاره؟ آیا اون کورپوریشنی پشت شرکتی پشتش که بهش کمک کنه؟ نمیدونم. گزینه اول. گزینه بعد اینکه فکر کنم شاید. گزینه آخر اینکه فکر نکنم. نه. نمیدونم. Got no clue. Evelyn was knowledgeable about the relic. اولین در مورد رلیک چیزایی میدونست. کلی اطلاعات محرمانه داشت. But she showed that slyness he get in corporal agents. You know the kind. میگه یه جور شخصیت معمایی داشت. ولی خب به هر حال شبیه مامورای کورپویی بود. یعنی میدونی به رفتاراش میخورد کورپویی باشه. میگه منم هم شبیه هم مامورای کورپویی هم. تو که اخراجت کردن، تو دیگه فرق میکنی با اونا. خب گزینه اول این که من اولم زندگی اونجا بدم، زندگی خودمو. خب بهتر بریم دیگه. من دیگه باید برم، کار دارم. Wait. سب کن، بشین. یورینوبو آراساکا باید برای گناهی که کرده جواب بده.
looking for justice. دنبال عدالت می‌گردی؟ توی نایت سیتی؟ I seek revenge. من دنبال انتقام هم. اینجا راحت‌تر میشه انتقام گرفت. من متعهدینی دارم که آمادن به من کمک کنن یورینوبو رو به زانو بزنیم. تنها چیزی که نیاز دارم مدرکه. They'll trust the word of a merc. من فکر کردم اونا به حرف من مزدور گوش میکنن. I have nothing better now. فعلا بهتر از تو چیزی ندارم. در ضمن من اینجا رو هیچ کسی رو نمیشناسم. خب یه فراری ام. دنبال من. خب چیه؟ میخوای یورینوبو رو جلوی مدیر عامل های آریساکا به قتل پدرش محکوم کنم؟ So what? We stroll into Arisaka HQ. اینم تو آریساکا و بعد اعلام کنم که یورینوبو that he murdered Saburo. قاتل باباشه. We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish. خب ما در برابر آدمای منطقی قرار میگیریم. قبلش کلی آماده سازی میکنیم که اونا بتونن واقعیت حقیقت هایی که حرفایی که تو میزنین و حقیقتشو بفهمن. یعنی چه میدونم فیلم بهشون نشون بدن اینجور چیزا. The truth. A lie detector. چه میدونم دروغ سنج بخوایم انبس کنید فراموشش کن. In that case, در اون صورت یه آپشن دیگه است. تو داری میمیری. و نمیدونی چجوری خودتو نجات بدی. A chip. یه چیپ. اون ریلیکه. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. میگه اون چیپه یه جوریه که یه تکنولوژی داره که فقط خودشون میسازن. میدونن چجوری کار میکنن. فقط خود آریساکا ها. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. این کورپوریشن همونجوری که تو رو میتونه زنده نگه داره میتونه تو رو ناپدیدت کنه. فقط مهم اینه که آدمای درست رو در کنار خودت داشته باشی، سیاست داشته باشی. خب حالا ببینم از چه جور آدمایی صحبت می‌کنی؟ Exactly what kind of people we talking about? People who hold Arasaka dear. افرادی که آرساکا رو دوست دارن. People interested in the corporation's stable. در قلب این سازمان یه سری افراد هستن که میخوان این آریساکا پیشرفت کنه. خب ببینم منظورت اندرو هلمنه، منظورت اونجور آدم هاست. You mean people like Anders Hellman? Anders Hellman. You know this name? اسم از کجا میدونی؟ The heist, thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. خب من قبل از اینکه دوزی رو کنیم آماده شده بودیم براش، بررسیش کرده بودیم و میدونستیم که اون چیپست رو هلمن ساخته. درست نیست. اون یه بازیچه است. من داشتم به یه آدم خیلی بزرگتر و قویتر فکر کردم. در ضمن آندرس هلمن فعلا فرار کرده از آریساکا و خیانت کرده به آریساکا. خب آقای یورینوبو یورش لخته. او خواهر و برادری. او ژاپنی حرف زنه، ما نمیفهمیم چی میگه. خب خانم هاناکوساما، من میخوام ازتون بپرسم که چی شد؟ قاطی شد. آی مرد که داشتم نگاه میکردم خفه شو. هیچ کسی نمیخواد چیزی درباره اون زنی که هرزه گوش کنه. آروم باش تاکومورا. تاکومورا ولکم بشین. حداقل یکی تونه که عقل تو کلش هست. خب تامی آدم خوبیه چون ما استریت کید هستیم، ما رو گزینه بهم داده، میشناسیم اون یارو رو. تامز آلرایت، تامی آدم خوبیه، ما همیشه عقل تو کلش میگه. He reminds me of my father. یاد بابا هم میندازه. اونم همه عمرش توی آشپزخونه راه میرفت و اینجوری بود. خب بعد یه مدار بهش فکر کنیم به این قضیه. Thanks for the offer. مرسی که پیشنهاد دادی. Need to think about. بعد یکم بهش فکر کنم. Get back to you. بعدم به زنگ میزنم. من به وقت نیاز دارم که نقشه بکشم. ارگانایز کنم. اگه بهم کمک کنه بیشتر چیز میز گیرت میاد. تنها چیزی که ازت میخوام شهر رو ترک نکنی. ترک کنم؟ چرا باید ترک کنم؟ به کمک نیاز دارم. بهترین شانسم اینه که همینجا یه آدمی رو پیدا کنم بهم کمک کنم. خب مثلا یکی بغیر از متخصصین آریساکا؟ کسی دیگه ای نیست. آلترناتیو دیگه ای نیست. Actually we just talked about. راستش همینا درباره همون کسی که گفتی صحبت کردیم. میخوام برم شانسمو با اولین امتحان کنم. یکی این گزینه دومی که آره خب مهندسای ریلیک بیش از هر کسی دیگه دربارش میدونن. نه میخوام پیش اولین. With a bit of luck
با یکم شانس اولین رو پیداش میکنم. اگه اون نتونه اگه نتونست بهت کمک کنه الان هم نمیتونه کمک کنه. بین دوزا شرافت هست، شاید یه شرافتی بین اون باشه و بین یه چیزایی کمکی بکنه. آره به نظر من که عجیبه. میگه آنر، این یه اصطلاحیه که میگن آنر امانگ تیف. ما ایرانی هم میگیم که دوز به دوز نمیزنه. حالا انگلیسیش ترجمه میشه بین دوزا هم شرافت وجود داره. اون گفت که به نظر من یه مقدار تناقض داره، برای که اصلا دوزا شرافت ندارن که حالا بخواد بین خودشون هم داشته باشن. آرساکا با تو خیلی موافق خواهد بود. اون زنه اولین پاکی به تو کمک نمی کنه. I would think about the plan. اگه جای تو بودم دنبال یه نقشه دوم میگشتم. خب بگو ببینم اون آره خب مهندسای آریساکا بهتر از هر کسی میدونن اون چیپ سر چیکارش کنن. اندرس هلمن اون کسی بودی که ریلیکو ساخته. اگه بخوام درش بیارم اون آدمی که باید دنبالش برم. اگه منظورش و اگه این معنیش این باشه که دوباره با آریساکا درگیر بشم انجامش میدم. هلمن دیفکتد فرام دی کمپانی. هلمن از کمپانی فرار کرده. خودم روزهاست که الان دنبالشم. اون چی میگن؟ یه جورایی از صحنه روزگار انگار حذف شده. حالا تو چرا دنبال هلمن میگشتی؟ میگه اون کسی بود که به سابورو آریساکا نقشه یورینوبو رو چیز کرده، یعنی به بابای گفته بود که پسرت میخواد بدوزه اون چیزه رو و بفروشتش و اینا. اون حتما یه چیزایی میدونه، اون یه شاهده. خب اینجور موشایی مثل اینا که چیزها رو لو میدن وقتی از دومشون آویزشون کنی سریع حرف میزنن. الان روزهاست که دارم اطلاعات جمع میکنم و همه شون به یه نقطه میرسن، به کلاب افترلایف. Dismissed by the queen of fixers there. خب البته وقتی درخواست کردم که با ملکه اونجا، یعنی همون روگو میگه، دیدار کنم، بلافاصله ردم کرد، قبول نکرد. روگ. خب فهمیده توی کورپا هستی، اون از کورپا خوشش نمیاد. گزینه اول. گزینه بعدی این که خب تو بلد نیست با اینجور آدما صحبت کنی، تجربهش نداری. نه، فهمیده کورپای. No. She saw me as Saburo-sama's killer. نه. اون فهم کنه من قاتل سابورا آریساکا هستم. روگز well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about. روگز اطلاعات خیلی خوبی داره و بیشتر اتفاقایی تو شهر میدونن ازشون خبر داره. شاید بعد نمیشه باهاش صحبت کنیم. I wish you luck. بعد آرزو موفقیت میکنم. اون زن خیلی سخت گیره و گرون قیمت و خیلی هم بی تربیته. I cannot stay here any longer. من دیگه بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. Do what you want. هر کاری لازم انجام بده. دنبال پارکر بگرد و هلمن، هر کسی که میخواید میدونی. من بعد یه سری دوستایی رو ببینم و یکم ازشون بخوام که ببین کمک کنم. وقتی که آریساکا رو آماده کردم که به حرفمون گوش کنن میبینمه. تا اون موقع پس اگه معجزه شد و هلمن رو پیدا کردی خبرم کن. من اون یه کارای بی ناتمومی با هم داریم. Zapper dumples and filth. Oh, it's the kesafat avazi. Yeah, you're right, Mr. Nasty. He's just a avaz, nemisha. Arisaka's still a despotic machine, and the world's on a collision course with chaos. Arisaka hanuz dare un mashine nabudishu mivare jalo, u donya ham dare nabud mishe. But hey, at least Rogue's. Ali hadagal Rogue hadagal hanuz zinde ast. Ali ba ham refiq shode mi dafe? You know, you got some nerve. Asab dari ya. Avarish khasi bokhoshim. Hala mikhay refiq ham bashi. Inga ke tori nashode. You know you don't got to speak out loud. Midoni ke niyaz nist buland sohbat konim, ba man sohbat konim. Man tu zehnet ham bigi mifahmam. Begunam chi mikhay? I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead. Khob man yadar ba khodam fikr kardam va be in achirsam ke tori dige nemikham bemiri. Tu zinde bashi behtare. Go fuck yourself. برای گوره پدرت آقای کله اسبی. بابا برای خود من آسون نبود. میگه فکر کن، میگه برای من هم آسون نبود. تو توی یه دونه اوراقچی خونه بیدار شدی اون اولش که کشته بودنت. من تو کله تو بلند شدم، تو فکرهای تو، ذهن تو، مشکلات تو، باید باهاش یه جوری کنار میمدم. و بعدش رفتم یه عقب به قضیه نگاه کردم از دور. بکنم شاید بتونیم ما با هم دیگه کمک کنیم. بتونیم با همین روک شروع کنیم. من رو از گذشته خیلی با هم دوست بودیم. تا
خب یعنی میتونی به من کمک کنی؟ ای بابا. You're the ghost of Kristen's past, asshole. تو روح گذشته هستی عوضی. اگه دوستی داشتی همشون مردن یا اگر هم زنده باشن دیگه فراموش کردن تو رو، پیر شدن. Johnny Silverhand died a legend. Johnny Silverhand یه افسانه مرد. هیچ کس اونو فراموش نمی‌کنه. پس تو روگو میشناسی، حالا بهش چی بگم؟ چیه بهش بگم؟ یه تومور مغز تو کلم دارم که میگه جان سیلورهند رفیق قدیمیشه؟ Trust me, rogues heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's balls. باور کن روگ چیزای عجیب تر از اینم شنیده، حتی قبل از اینکه تو توی بیزای بابات باشی. Don't need convincing. نیاز senior memories. آره نیاز نیست بهم توضیح بدی، من که حافظه تو دیدم کاملا مطمئنم چیزای بدتر از اینم دیدی. Rogel danced any tune I play or just get us to the afterlife. روگ هرچی من به هر آوازی که من بزنم میرقصه، فقط برسونمون به افترلایف، اونجا کارش انجام بدیم. نه خیرم، مایی وجود نداره. بخواست منو بکشی؟ غیب شد. خب هم کف خیام جاسیگاری پیدا میکنیم. خب مرسی که تماشا کردی، اینم از این قسمت. چند تا ماموریت جانبی رفتیم و یه ماموریت اصلی تو قسمت بعدی ادامه میدیم مسیرمونو، و مرسی که همراه هم هستین. از زمان بندی استفاده کنید، هر بخشی که دوست دارید تماشا کنید و حالشو ببرید. تا یه چیز دیگه و یه حرکت خفن دیگه از امروز گیم شو، خدافظ.